خاطره پروفسور و دکتر علم های فیلالوگی مطلوبه خوجایوه از حیات همایون کریمزاده. از خدا زور نبودم که زیرا حد دارم، قدرتم نیست که از امر اله دارم. همایون فرزندی طلبیده و نازپروری پدر و مادر و اهل خانواده بود. دیروز گوهربانو عمر و که باری سوم از طواف کعبه برگشتند و پیش از آن که به منزل خودشان یعنی به دوشنبه برگردند، به خوجند برای تسلیت گفتن تشریف آوردند و یادآور شدند که زمان هنوز پیش از تولد یافتن همایون فرزانه را به چندین جایهای مقدس راهنمایی کردند. وقتی کودک به دنیا آمد، چهره پر نور داشت مثل فرشته های آسمانی. برای او را یک لحظه در آغوش داشتن، خاصه ابا و خاله ها و امه ها همیشه تلاش میکردند. موی های ملرنگ موج موج کودک، دست و پای های فربهک و چشمان بزرگ پرتبسمش ناگزیر به یاد فرشته های را به یاد می آورد که صورتش را با بال و پر در عمل های رسامان دیده ایم. پدر و مادر به بالای او فرو بودند. برای مادر کلان او نبیره شیرین ترین و برگزیده بود. همایون با سرود و آهنگ های پدر، اشعار دلاویز والدین، قصه های زیبای مادر کلان در حلقه محبت عزیزان و محبان به وایه رسید. یاد دارم مادر ما براعتبانو خاجیبایوه سال آخری زندگیشان روی بستر بودند و هرگاه همایون به خانه وارد می شد، با صدای پست خود او را نزد خود می خواندند و از چهره زیبایش بوسه کرده با دستانشان سر و رویش را می مالیدند و دلشان تسکین می یافت و احساس شادی و آرامش در وجودشان پیدا می شد. در مکتب هم او را معلمان خیلی دوست می داشتند. دیروز استادان مکتبش تشریف آوردند و گفتند که خیلی کودک فعال بود. در تمام برنامه های مکتبی معلمان با امید او بودند که سرود می خواند، شعر قرائت می کند یا سخنرانی می نماید. هنوز در صنف های 7-8 بود که شوقش و کامپیوتر و تلفن های موبایلی خیلی زیاد بود. الکی همان روزگار برنامه های ضروری را با کامپیوتر های همسینفان و همسایه ها نصب می کرد و تلفن های ویرانی آنها را در یک لحظه به کار می درآورد. همایون در صنف نو می خواند که در آزمون شاهنامه خانی، مولوی خانی و سعدی خانی شرکت کرده صاحب شاه جایزه شد، زیرا استعداد فوق‌العاده حفظ متن را داشت. این استعداد در حفظ سوره های کلام شریف نیز پدید آمد. او کلام ربانی را با کمال محبت می خواند و دانندگان از قرائتش همیشه احساس قناعتمندی داشتند. از بس که با چندین زبان های خارجی از جمله زبان عربی بلد بود، قرآن کریم را آیه آیه شهر داد. وقتی مکتب را ختم کرد،
پدر با او گفتند که هر دانشگاهی را از کدام کشوری خواهد انتخاب کند وسیله تحصیل را مهیا میکنند. اما این پسری هوشمند نزد پدر و مادر بودن را اولا دانست، زیرا میدانست که آنها بعد بیماری جهانسوز کووید هنوز به خود نامده، خاصه پدر هنوز به خود نامده بودند. پسری خوب و مهربان و تکیگاهی با اعتماد والدین بود و ما خیشان و پیوندان مطمئن بودیم که چراغ منزل اجدادی را من بعد او بنایی میکرد. دلبستگی به زمین داشت، باقی حولی را با احتیاط نگاه بین میکرد، نیحال ها و گل های نو میشینان، همه ساله از میوه های درختان همه خیشان و همسایگان دهان شیرین میکردن و دعای جان او را مینمودن. روزی رفتنش نیز یک قطعه زمین را نرم کرده تخم گل کارید، زیرا میدانست که مادرش خیلی گلها را دوست می‌دارد. اینک 3 روز است که تخمهای کاشته او سر زده اند و انتظاری باغبان هستند. نوبهار آمد و گلها همه رستند زی خاک، تو هم از خاک برا ای گل خندان پدر. دست سخایش از زمان نورسی باز بود، به درد دیگران نمی توانست بی‌طرف باشد. پول زیاد نداشت، اما هر چی داشت نثار احتیاجمندان میکرد. هرگز نیکی خود را نمی گفت. بعد از رحلتش آنهایی که برای اظهار همدردی می آمدن پاره پاره از زندگی کوتاه و عبرت بخش او یاد می کردن. زنی از دهه یابه تشریف آورد، گفت اصل فروش هستم، همایون همیشه از من اصلی تازه می خرید. بعد فهمیدم که آن را به دوستان و بیماران خود تحفه می کرده است. 2 زن از دهه خستورز تشریف آوردند، گفتند که آهن پاره جمع می کنند. سال قبل به منزل فرزانه و آزرخش آمده آهن پاره های بیکاره را خریداری کردنی بودند که همایون آمد و از مادر خواهش کرد که از این خریداران پول نگیرند. مادر او را خاطر جمع کردند که چنین عزم ندارم. حالا این زنها از حاصل شالیکاری خود 3-4 کیلو برنج آورده با اشک شش قطار خواهش کردند که آن را قبول کنیم. همسایه ها از نکوکاری های همایون سخن می راندند. وقتی ماشینی پرتاب کشانی می آمد برای برآوردن پرتاب آنها همیشه کمک می کرد. از کار سیاه خزر نمی کرد و غم و شادی مردم شریک بود. چند روز پیش از وفاتش همراهی افعش شهنواز از اینترنت با خبر شدند که در بنگلادش از تشنگی کودکان مرده ایستادند. بنابراین برای گذرانیدن قبور آب فوند خیریوی باز شده است. همایون بدون اندیشه تمام پول خود را به این فوند گذراند و در روز جنازه اش نامه سپاس از این خزینه آمد که می گفتند خیرات او آخرین بود، زیرا مقداری ضروری مبلغ جمع آمد. اما همایون جان عزیز ما این نامه را دریافت نکرده ماند. از زن کبوتر فروشی که بانچه کبوتری را گرفته بر عوضش
50 سومانی پول داد و بقیه را انتظار نشده رفت. نخواست که این پول را صدقه کند و آن زن را تحقیر. در نظر آن زنی زحمتکش او خریدار بود با همت شاهانه. مادر و او لباسی گرم کرتکه خرید و پس از چند روز لباسی به همان مانند را در تن جوان شینا سیدید. وقتی به پسر گفت که فلانی هم لباس مانند و لباسی تو دارد، همایون جان تبسمی نرمی کرد و خواهش نمود که او را برای هدیه داده اش سرزنش نکنند، زیرا آن جوان به این لباس احتیاج بیشتری داشت. هرگز مور ما را آزار نمی داد، چی رسد به انسان. 2 سال قبل وقتی تعمیر خانه، ماری بزرگی بیرون آمد و اوستاها با بیل و کلن آن را نابود کردنی بودند که همایون دستی آنها را باز داشت و به خلطه آن مار را انداخته دهان خلطه را بست و به سمت دریا دوید. مادر پریشان و هراسان از پی او می دوید تا به دریا. آنجا در شالیزاری نزد دریا دهان خلطه را باز کرد و مار را آزاد نمود. در حولی آنها 7-8 گربه کلان و خرد خود را خیلی آزاد حس می کردن. اینها از گرد و اطراف جمع شده در اینجا مقیمی شده تنها از دست همایون خوراک می خوردن. ما می گفتیم که خوراک های پس مانده را به این گربه ها ده. می گفت آنها غذاهای مخصوص را دوست می دارن و از مغازه برایشان حسیب های بهترین را می آورد. می گفت که اینها مسکینند و سزاواری ترحم آدمان. چند روز پیش از درگذشتش مادر به او گفت که در خانه خیلی زیاد مورچه پیدا شده است و برای نیست کردن آنها همایون باید بور خریده آید. گفت که آخر این مورچه ها از زهر بور می میرند. خودش با احتیاط آن مورچه ها را در ستیل جمع کرده و بیرون برآورده رها کرد. همایون جان صدای دلنشین و جذاب داشت. در چندین اسباب موسیقی می نواخت. خودش آهنگ هم ایجاد می کرد. چندین سرود او بعد رفتنش در شبکه های اجتماعی گردش دارد که یکی شعر اقبال لاهوری است: خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویسد و آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. یک سرود در وصف مادر در روز جشنشان خوانده بود: هادی دلم مادر، شادی دلم مادر. از مولانا نیز با سوز و گداز می خوان: عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. و باز بیگاه شد بیگاه شد، خورشید اندر چاه شد. یک روز پیش از عید به سر قبرش رفتیم. در سر قبرش 5 سبد گل نوشکفته بود. نفهمیدیم که آن را کی آورده است. کسی از نزدیکان خبر ندارد. همیشه می گفت که نباید نیکی خود و بدی دیگران را شماریم. حالا از درگذشت او 10 روز سپری شده است، اما
سوز دل ما هر روز بیشتر می شود. به دل از سوز دل و دست تیه شرمنده هم. جز دعا دیگر چی آید از من و آسمانی من؟